دوستای گل و مهربونم، من سارا هستم و در کانالم سارا بیوتی تیوی در مورد مراقبت های پوست و مو صحبت میکنم. ویدیوی امروز من در مورد مواد فعال هست، مواد فعالی که نباید با همدیگه میکس بشن یا در یک روتین مثلا صبح یا شب ازش استفاده بشه. دوستان گلم، این ویدیو خیلی طولانی هست و من اون رو به دو قسمت تقسیم کردم چون حوصله‌تون سر میره و طولانی بودنش مناسب نیست و دو شب پشت سر هم خواهم گذاشت. پس اگر ویدیو در انتها ناگهان قطع میشه، ادامهش برای شب بعد خواهد بود. دوستان گلم، خوشحال میشم که لایک بکنید کانال رو، ویدیو رو، و شیر کنین، سابسکرایب لطفا کنین اگه یادتون رفته، و اینجوری من رو ساپورت و حمایت میکنین و انگیزی هست برای ادامه ویدیو هم. اینجا هم اینستاگرام من هست، خوشحال میشم که به گروه ما در اینستاگرام هم بپیوندید. اما در مورد محصولات، میتونید قبلا ما یک سری محدودیت ها داشتیم و میگفتیم مثلا این با این نباید ترکیب بشه، این ماده فعال با این، ولی الان محصولاتی وارد بازار شده و کمپانی ها روش دست گذاشتن که خیلی ممنوعیت ها رو گذاشتن کنار و مواد رو با هم دیگه مخلوط کردن و وارد یک دونه محصول کردن. بعضی مواقع گفته میشه که خیلی یک راز خیلی محرمانه است که نباید در موردش صحبت بشه، و بعضی مواقع در محیط آزمایشگاهی اونها رو در شرایطی قرار دادن که شما میتونید با خیلی راحت ازشون استفاده کنید. اما در این هیاهوی تولید محصولات مختلف میبینیم که مثلا یک کمپانی مثل دینکلیست یا دی اوردینری محصولات رو تک ترکیبی مواد فعال وارد بازار کردن. این هم یک مدلش هست. برای شروع ویدیو اول یک توضیح خواهم داد در مورد مواد فعال در یک محصول. این رو با یک مثال براتون میگم که کاملا ساده و قابل درک باشه. ببینید، شما یک پیتزا رو در نظر بگیریم، بیس یک پیتزا در اصل اون خمیریه که زیرش هست، ولی شما اگه اون خمیر رو بپزین هیچ طعم و مزه خاصی نداره. بیس کرم ها هم مثل بیس همون پیتزا است. چه چیزی هست؟ آب مثلا و گلیسرین، این بیس هست. در تمام محصولات آرایشی یا بهداشتی وجود داره، اما وقتی ما یه سری مواد رو روی خمیر پیتزا قرار میدیم و به اون طعم میدیم، مثلا آویشن، فلفل دلمه ای و پنیر پیتزا، این باعث میشه که یک طعم مطلوب رو به محصول بده. وقتی مواد فعال وارد محصول مراقبت پوستی میشه، دقیقا همین کار رو میکنه، یعنی باعث عملکرد درست و هدفگیری مشکلات پوستی هست. اما این به این معنا نیست که اون بیس به درد نمیخوره، نه، اون خمیر باید زیر اون پیتزا باشه که اون پیتزا خوشمزه بشه، درسته؟ اون پایه یک محصول که غیر فعال است، مثل گلیسرین، مثل آب، اون هم یک پشتیبانی رو برای اون ماده فعال داره و لازم هست که در کنار همدیگه قرار بگیرن. مورد محصولات مراقبت پوستی، اگه بخوایم به شکل علمی در موردش صحبت کنیم، یکی ساختار و عملکردش برای پوسته که توضیح دادم، و یکی اثرات درمانی یک محصول هست. یعنی یک محصول داریم که فقط زیبایی هست، مثلا آب رسانی میکنه، یک مرطوب کننده است، یا مثلا یک شستشوی ساده است، اما محصولی است که مواد فعال در داخلش وجود داره، با جوش داره مبارزه میکنه، با لک داره مبارزه میکنه، این دیگه میشه درمانی. اینجا هم بخوام براتون یک مثال بزنم، میتونیم سالیسیلیک اسید رو بگیم. سالیسیلیک اسید به عنوان یک ماده اصلی در درمان جوش، پوست های مستعد جوش، منافذ باز پوست هست. این یک دارو هست، میتونه به شکل نسخه توسط متخصص پوست نوشته بشه و شما این که شما میتونید از طریق مشاوره اون رو از فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی تهیه کنید بدون نسخه و با اطمینان و خیال راحت مثلا ازش استفاده کنید. ماده فعال دیگه که شاید بعضیا خیلی ازش خوششون نیاد، الکل هست. الکل یک ماده فعال هست در محصولات، ولی همیشه اون رو با یک دوز خیلی کم وارد محصول میکنن برای نفوذ، و در اصل تقویت کننده یک سری موادی هست که در داخل یک محصول وجود داره، و اون الکل یک نقش خیلی مهم رو برای ارتباط پوست با این مواد در اصل انجام میده. و نمیتونیم بگیم که پس مواد فعال
خیلی مهم هستن و مواد غیر فعال نقشی رو در یک محصول ندارن. نه، اینها پشتبانه و ساپورت همدیگه هستن و با همدیگه نقش مهمی رو بازی میکنن برای اینکه یک محصول بشه مثلا نمبر وان و بهترین نتایج رو بده. مواد غیر فعال دیگه ای هم در محصولات وجود داره، مثل خوشبو کننده ها، عطرها که متأسفانه در محصولات لوکس و گرون قیمت که حاوی مواد فعال کمتر هستن، یا مثلا سیلیکون، اینها چیزهایی هستن که در داخل محصولات وجود داره و باعث آلرژی میشه و پوست به مرور، یعنی طبعا میشه گفت که هر محصولی که در داخلش عطر وجود داره در طول زمان باعث آلرژی و حساسیت میشه، حتی اگه شما حساسیت و آلرژی نداشته باشین، ولی جزء مواد غیر فعالی هستن که خیلی هم برای پوست مضر هستن و متاسفانه برای تبلیغات بسیار زیاد در محصولات وجوده. قبل از اینکه برم رو بحث اصلی ویدیوی امروزمون، اول یک سلب مسئولیت خواهم داشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پوست من با پوست شما فرق داره و هر کدوم عملکرد مختلفی دارن. یک پوست میتونه حتی با یک رتینول 25% هم ریاکشن نشون میده. یک پوست هم مثل من خیلی راحت رتینول 2% رو تحمل میکنه و در کنارش میتونم از ویتامین سی استفاده کنم، میتونم از آزیلیک اسید استفاده کنم و تمام این ترکیبات رو روی پوست خودم استفاده کنم بدون اینکه باعث تخریب پوستم بشم. پس بهتره که قبل از اینکه نکات مهم این ویدیو رو مد نظر قرار بگیریم، پوست خودتون رو بشناسید. آیا پوست حساسی هست و سریع به همه چی ریاکشن نشون میده، یا نه یک پوست مقاوم هست؟ آیا شما تازه میخواین از مواد فعال استفاده کنین، یا جز کسانی هستین که طولانی مدت استفاده کردین و تجربه دارین و در اصل میتونیم بگیم که پوست ما به مرحله تحمل رسیده؟ همه اینها رو بررسی کنین و بر اساس اون تصمیم نهایی رو بگیرید. توصیه‌ای که میتونم الان اینجا به شما عزیزان بکنم این هست که اول از همه اینکه دنبال یک محصول با غلظت بالاتر نباشید که در طول زمان کوتاه به بهترین نتیجه برسیم. نه، این هیچ فایده نداره. دو، یه خورده حوصله داشته باشیم و به محصولی که استفاده میکنین زمان بدین و منتظر نباشید که مثلا بعد از یک هفته، بعد 10 روز این فایده نداشت، هیچ نتیجه نداد. و در نهایت اینکه وقتی که یک روتین پوستی رو شروع میکنیم، مثلا من یک روتین پوستی با آزیلیک اسید و ویتامین سی رو شروع کردم، الان 2 ماه هست ادامه داره و همچنان هم ادامه خواهد داشت. ممکنه محصولات دیگه رو وارد این روتین کنم ولی روتین اصلی حفظ شده. پس یادتون باشه 3 ماده اصلی در بیس هر روتین پوستی، حالا شما چه پوست خوش دارین، پوست چرب دارین، پوست حساس دارین، یک شستشوی صورت مناسب پوستتون، یک مرطوب کننده مناسب پوستتون و یک ضد آفتاب مناسب پوستتون اولین و پایه ترین نکاتی هستن که برای داشتن یک پوست سالم شما نیاز دارید. پس وقتی یک ماده فعال رو وارد روتینتون میکنین، اگر بیگینر هستین، یعنی شروع کننده و اولین بار هست که میخواین شروع کنین، به پوستتون فرصت بدین و با غلظت بالا نباشه، آهسته آهسته با یک شب در میون، 2 شب در میون، آروم آروم اجازه بدین که پوست شما در از یک ارتباط خوب با اون ماده برقرار کنه و بتونه تحملش کنه و بعد آروم آروم محصول رو وارد روتین کنین و به هر روز برسونین و اجازه بدین که پوستتون بهش عادت کنه. حالا من میرم دونه دونه مواد فعال رو دونه بدون اسماش رو بهتون میگم و دوست دارم که در این مورد حتی اگه شده برای خودتون یک نوت هم بردارید.